سالی است خصوصی سازی اموال دولتی با دستور شخص خامنه ای در جریان است. تقریبا عمده ثروت های ملی ایران را زیر اصل 44 قانون اساسی به شرکت های به اصطلاح خصوصی دادند. شرکت های خصوصی در دستان سپاه، آستان قدس و بنیاد های متعلقه به خامنه ای هستند. آنها ثروت های ملی را به قیمت مفت تصاحب می کنند. جدیدترین نمونه اقدام دولت برای فروش بانک رفاه کارگران است. بانکی که با دستمزد و دسترنج کارگران در دهه 1330 به وجود آمده است. این بانک یکی از پشتوانه‌های سازمان تأمین خدمات اجتماعی و صندوق بازنشستگی کارگران است. دولت دست کم 900 هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های نقدی سازمان تأمین خدمات اجتماعی برداشته است. اکنون هم به بانک رفاه کارگران دست‌اندازی می‌کند. سرقتی که تنها با خیزش تمامی کسانی که حقوق خود را از این نهاد دریافت می‌کنند متوقف خواهد شد. آیا اگر آخوندهای حاکم را رها کنند تا سرقت علنی کاسه و بشقاب سفره مردم جلو نخواهد آمد؟